چه خوش آمدید اسنر اکسترا. امروز سر داستان هیپوپولوژیست و کاگان و تتلو و توهی و حسین و تقریبا کل رپ فارسی بله تقریبا میریم سر یه بیفی که شروع شد و در مورد داستانش صحبت میکنیم. یه صحبت کوچولی راجع به نقطه هایی که توی این بیف پروگرسیولی پیش اومد صحبت میکنیم و نقطه شروعش رو بگم. نقطه شروعش من توی لایوی بودم، داشتم به لایو لایو تتلو و پیشرو که با حسین و توهی بود ریاکشن می‌رفتم دیشب، یهو بچه‌ها گفتن که استوریه، یعنی شورت ویدیو یوتیوب هیپوپولوژیست رو ببین. دیدم، بعد دیدم که داره اون حرکت پشه و اینا رو یه شوخی باشه. آره. بعد از اون شنیدم که لایو گذاشته و هی بچه ها گفتن لایو ببین. دیگه وقت نکردم ببینم، رفتم اومدم یه جایی و متوجه شدم که ته لایو باشم. کجا رفتی؟ به خودم مربوط. ته اون لایو متوجه شدم که یه کلمه ای از زبان دکتر رپفا اومده بیرون، یه فحاشی به تتلو اتفاق افتاده. به خود تتلو یا خود و خانواده تتلو؟ بله بله. و داستان اینجا شروع شد و یه اتفاق عجیبی، حالا من با تایملاین پیش میرم دیگه، این مثل یه چیز بود، مثل یه انفجار یا آتش فشانی بود که یه مدتی رو میرم جناب فارسی بود. و حالا تش تشویش توحت میکنیم که من تئوریی که تو ذهنم بود این بود که این آتش فشان وجود داشت، خیلی وقت خود غیر فعال بود، منتظر یه جرقه بود. اصلا از اون لایوه این آتش فشانه قلقلش معلوم بود، اصلا از همه چی، از اون لایوه، از خود ترک، نسل یکی و نسل چهاری به طرز عجیبی کار نمیکردن. آره اینکه اصلا بیزن نه کار نمیکردن، دقیقا اصلا ایگنور میکردن. آره میگفتن اصلا نسل یکی وجود نداره، اس نمیوردن اصلا هیچ نسل چهاری. دقیقا. خب بعد از اینکه سروش این دقیقا سروش این لایو گذاشت تموم شد، یه سونالیتی گفت آره یه فلان تا بعد آره، بعد اتفاقی که از اون افتاد تیکه تیکه بعد راجعشون صحبت بکنم. آره اول اینم بگم که بچه اگر لایو دیده باشید که آره هست هنوز هم برید سرچ کنید هست، این نکته رو باید لحاظ کنیم که مشخصه توی لایو حالا حالت طبیعی خیلی وجود نداشته و سهوی بوده، یعنی انگار مثلا ما تو جمع خودمون داریم یه چیزی میگیم و یه جایی حواسشون نبوده، لایو بودن و ریکورد یعنی پخش شده و معلومه نشکان بعدش گفت خب بریم خدافظ و اینا. قرار نبود اینجوری نبود که بیاد استوری بگیر بگه فلان میسا. این نکته مهمه. خب بریم. خب اول از همه اتفاقی که افتاد این بود که فرض کن لایو گذاشته شد، قد شد طرفدارا یهو شروع کردن، یعنی دقیقاً هم ثانیه آخر لایو خیلی دراماتیک تموم شد لایو، میگم آره طرفدار ریختن احتمالاً توی همه یه جا هم بگم به من مثلا 10 نفر مسیج دادن فقط گفتن که به همون ثانیه مثلا. بعد از اون لایو که گذشتیم یهو ریاکشن ها شروع شد، همه از چی میگن شروع کننده رپ فارسی تا بچه 12 ساله‌ای که داره اولین بار رپ میخونه یه ریاکشن نسبت به این قضیه داشتن. هم منطقی هم هستش، اتفاق مهمیه، هات‌ترین برند رپ فارسی به معروف‌ترین برند رپ فارسی گوشه گفت، یه گوشه سنگینی هم گفت. آره. خیلی چیز مهم، یعنی دو تا ترین واقعی تو رپ فارسی به هم دیگه با هم پریدن به هم دیگه. آره. یعنی دو تا از تایتانای رپ فارسی خوردن به هم دیگه. اتفاق واکنش پذیری. آره. یعنی اتفاقی که هر جای دنیا باشه سر صدا میکنه. آره. میگم مثلا اینکه مثلا چه میدونم دریک یهو با لیل بیبی بخواد بیف کنه مثلا. آره یه تیکه یهو امینم مثلا بخواد با لیل بیبی بیف کنه، یا مثلا امینم و دریک مثلا امینه و دریک اصلا بیفتن. آره. آره آره دو نفر که اینقدر بی ربط هم به هم آره. جفتشون فنای خودشون رو دارن. بعد فاصله زمانی خیلی معنی پیدا میکنه توی این داستان. یعنی میشونگم نه تو الان این یعنی فاصله زمان، اگه تو مثلا با یه نفر بیف داشته باشی یه معنی داره، توی یه نفر که 10 سال از بزرگتره و 10 سال قدمت بیشتری داره برندش بیف داشته باشی یه معنی دیگه داره. آره. یه سطح مشکلت باید بیشتر باشه که بخوای اون بیفو شروع بکنی تا این بیفو شروع بکنی. تقریبا این که حریفت خیلی غولتره و آره. تو بابا دیگر دعوت میشه تا با رفیقه. آره. بعد از اون دیدیم که سروش استوری گذاشت که آخر لایو من یه فکت گفتم که خود اون آدم قبلا راجع به خودش تایید کرده که این چیز خاصی نگفتم. اینم به یه استوریه به یه کامنت یه استوری تتلو اشاره داره که خودش به خانواده خودش یه چیزی گفته بود.
بعد در جا تتلو جواب میده. تتلو جواب میده که دوستان رپران نسل جدید حواسشون باشه، من یه فوش ننه بابا مرده زنده کشم که هیچ، میام جلو دوربین بغض میکنید میگید فوش زنده مرده داد هیچ، تازه در محلم میگم تتلیتی ها بام بالا سرتون، احترام بزرگتر حفظ کنید دیگه هشدار نمیدم. پشت بند این یه اتفاق عجیب غریب میفته، یه اتفاق عجیب غریب که اول راجعه ساده کنید که تتلو چه مرامی واسه پیشرو توهی و حسین داره میذاره، هر ستاشون رو صدکا کرد. آره، فقط حسین سکا مونده، خیلی داره کار عجیب غریبی میکنه واسه که این کیس گرم واقعا مرام داره میذاره واسه رفیقاش. آره آره، من انتظار داشتم تتلو خیلی آدمیه که خود ساخته است، این مسیر خودش رو ساخت، خیلی هم کسشه شنید توی مسیر، انتظار از خود تتلو هم، از خود مثلا پیشرو هم کلی کسشه شنید. آره آره آره، از همه شو بسیار گرفت دنیا، انتظار نشم از تحت هیچ چیزی. آره، از ته دل خالصانه داره مرام میذاره قشنگ. آره یعنی من کلا واسه کسی که واسه رفیقش انقدر مرام بذاره احترام قائلم. آره، بعد از اون توییت آفرین، توییت حسین داشتیم، کامنت پست حسین مطمئن. آره آره آره، من فکر کنم توییت حسین برایش گفته که احتیاط کن پرستار تو همون شمال پستتو نزنن، فوش مادر شوخی نیست این بر. حسین یعنی تو این گیروداری که الان وجود داره، مرامی که تتلو گذاشته به تب، اصلا یه چنین مرامی از یه نفر میگیرید، یعنی در جوابش مرام پس میدید، اصلا چیز شدی، نمکگیر شدی. آره آره، من دقیقا بحثم راجع به همین بود، حالا تهش میگم، خیلی نکته مهمیه. و آره یه واکنشی داشتیم بعدش از سروش که ما انزارشیم که بپوشونه مسائل و این اتفاق نیفتد. سروشین پلی نمیشه حالا این ها. آقا یه سلام دوباره به همه، یه توییتی اومد، سروش رو تهه بذار من پلی کنم. پلی کن آقا، یه سلام دوباره به همه، یه توییتی اومد میخواستم اینو بخونم با هم دیگه جوابشو بدیم. دوستان رپران نسل جدید حواسشون باشه، من یه فوش ننه بابا فلان، این فوشاری که خب بند خدا تو خودت هم دادی مشکل نه، بعد فوش از راه دورم که من آدم صوتی نیست، هی اعتماد به نفس تو اون لحظه به تتلون که بند خدا مازندران با هم دیگه آی تو آی با هم دیگه فیس تو فیس با هم دیگه صحبت میکنیم، اوکی اصلا فوش این چیزا مهمه، میام جلو دوربین بغض میکنیم میگیم فوش مرده، تازه محلم میگیم بیام بالا سرتون، من که نفهمیدم چی میگی ولی امیدوارم که همیشه روحت در آرامش باشه که نیست و این که به فوش هم نیست اصلا رفیق اصلا. حاج بابا پیشرو هم این وسط دو تا کامنت پست گذاشت، حد بزن چی کامنتی نیست، تلگرام یه چشم گذاشت و یه یو اف او چشم سوم من همه چیزا رو می‌بینم مثلا فکر می‌کنم اشاره به ترکش داشت، خیلی ربطی نداره چون ترکش یو اف او، ترکش راجع به فضا چی بود، آلبومش اسمش یو اف او شوک. آره ولی یه ترک شوکرت هم توش یه سری خوب بود، شوکرت چطور بود؟ خیلی از حله بهتر بود، از حله بهتر بود، چه تپ بود، تیرپ بود، تیرپ ویزایتور بود و شبیه فاز لایوشون بود، لایوشون دیگه خوشحال بودن همه راضی بودن از اتفاقات افتاده، دقیقا هم در راستای هم بود. بعد از اون بعد یهو خبرهای فیک کان رفیه شروع شد، پیج اشکان خونه اشکان کاغان ریختن، آدرس خونه اشکان کاغان خونه اشکان کاغان. نه اون لحظه نبود، قبلش چی؟ بود قبلش نه دوباره شیر کردن نه. چی؟ نه اون موقع این اتفاق نیفتاد، این خبرو نبود. چرا دیگه تازه هنوز با حسین در نیفتاده بود تو این با حسین در افتاد بعد این کار رو باشد، یه گفت بایی بارش استوری گذاشت تو اگه آمپول زن بودی آها داره اینجا جواب حسین نمیده، برایش گفتش تو اگه آمپول زن بودی به ساشا صبحانی میزدی، یه اشاره داره به اون درگیری که حسین با ساشا داشت و اصلا نفهم چی شد تش. بعدش هم یکی از استوری قدیمی تتلو رو که به خودش داره فوش میده، فوش مادر میده، پست کرد بعد سری ورداش واسه اینکه احتمالاً قاف کامنت فوش خورده بود و اینا. و اینجا ماش فهمیدیم که هیپولوژیست مثل اینکه 5K فالوور دست داده، فالوور فیک میگن زده، اینکه فالوور فیک خورده پیجش یا نه یه حرفه، احتمالاً خورده ولی که خودشون لحظه بزنه که من بهتون قول میدم سروش پول نمیده واسه شما فالوور فیک بزنه، یکی نمیگه بین حواسش فالوور فیک بزنه واسه اینکه اون لحظه داشت، اون لحظه میاد تو حال خودشون نیستن، حتی انقدر اعتماد به نفس داره معلوم این کار نمیکنه. این یعنی اگه میخوای گیر بدی نقطه واسه گیر دادن خیلی از این واسه رو بعد عرض به حضورتون که اپیکور اینجا واکنشی رو وارد عمل شد و اپیکور هم چون میدونیم رابطه‌شون با حسین حسین خیلی حسنه است،
نوشت که گفته بودیم خونه چی کونه خیلی ها رو نباید گنده کنید، اینا ظرفیت دیده شدن ندارن، کوگوش شنوا. این من با این خیلی مشکل دارم آجی. کی خونه اینا رو گنده کرد غیر از خودشون؟ واقعا غیر از خودشون که این هر کمک بوده از که کمک بوده ولی نه این خونه اینا رو گنده کنید واسه یه نفری که مثلا همراه شایعه اومده بالا، بعد هر چی داره از شایعه است، میتونه همراه مثلا پیشرو اومده بالا هر چی داره از پیشرو. مثالش مثلا مسین و بیبال میتونه باشه. آره دقیقاً خودشون تکی واقعا کریری ندارن. آره. ولی هیپاولوژیست و مثلا کسی مثل گادپوریو هیپاولوژیست و کاگان حالا تو این حوزه مثال میزنیم، موقعی که همکاری کردن با اشخاص گنده تر که کریر خودشون رو ساخته بودن دیگه، برند هاتی بودن دور افراسی. آره. و اپیکاپش علی اردوان بعدش یه مسیج گذاشت، بعد هیپاولوژیست چیز فدایی رو گذاشت، فریستایل فدایی. آره. که دی سی آره. فریستایل فدایی شرکت اونو شرکت. ما اونجا اوج حواشی بود که بچه ها میگفتن واگ آره. اگر فیت بدن با هم دیگه فلان رو دیست کنن چی میشه و فلان، این اتفاق قرار نیست خیلی بیفته، خوشبین نباشید انقدر. و بعد از اون ور یه سری ریاکشن مختلف بود دیگه، مسلک مثلا مسلک خیلی حالا ولش کن خیلی منطقی بود ریاکشنش، یعنی من از انتظار این ریاکشن از یکی دیگه داشتم واقعا، نه از کسی مثل مسلک خودش جوونتر و حالا از جوونه ما انتظاریم کلش به قول و سبزی به این تحقیقات ها نمیرسه این صحبت ها؟ نه قبلش خوب بود، نمیشه بود که اگه امروز همه ما داریم راحت میخونیم دلیلش راهیه که امثال امیر تطلو و رضا حسین هموار کردن، به این تحقیقات ها نمیرسه، نیومده بگه که مثلا فلان فلان شده تو چرا فوش میدی احترام نگهدار، میدونی همون کارو همون کار غلطو تکرار نکرده، یه خورده مؤدبانه تر بکنشش. بعد حسن بابا اومد گفت مردی که کشل فوش ناموسی رفیقای ما میدی، یعنی به ما دادی بپا نرین کله کشلت کمو چاره شیویدم در نرید دیگه به در نخور. حسن بابا می مثلا یعنی ایده داشت، یکی میگفتش خب یکی تو اینو داری میگی خود تطلو این مو داره خوشم کچل هاش تطلو، یه تو یه موقع به مو میشناختنش؟ نه من همیشه به یقه بود. آره موش نه مو بلند مثلا رپر مو بلنده بود. رپر مو بلنده. بعد تو این فاصله سروش عکس عمل حسین رو دوباره استوری کرد، سروش هم ول نمی‌کردی شبا گوشی رو گرفته بود آتیشی. من احساسش هم که دیگه مثلا کوتاه بیاد. آره ماسمالی کنه چیزی این مثلا پاک کنه. آره استوریش نه ادامه میداد اینو عکس بود. بعد یکی از بهترین چیزا بود اتفاقاتی که افتادن عکس حسین، وقتایی که دادم بود سنگین ولی الان برگشتم با کامبک که مثلا حرکت ستودانی و جذابی بود این عکس. بعد تطلو رو داشتیم. نه آره اینجا لازمه که بعد از اینکه فدایی استوری شد، امین منیجر ام جی شروع کرد توی گروه واتساپ انگار این چیز این اسکرین شات تلگرامش این حرف رو می‌نویسه. خب یه گروهی یا واتساپ یا تلگرام نوشتش که کجا گذاشتم من دارم نوشته ایشالله که پشت توی سطوح عالی نظام خیلی گرم باشه که فدایی عالی نظام ها که فدایی یعنی هیچی که فدایی استوری میکنی، چون فدایی رو قاف هم گردن نمیگیره بعد از یه سری داستان ها و این کشیده میشه داستان به این مرحله که سر بد بودنت با حسین و تطلو داری از کسی که به حاج قاسم توهین کرده حمایت میکنی، از کسی دیگه ما این از داره چون مشکلی برات پیش بیاد فدایی حتی استوری حمایت هم نمیذاره برات. این که تو از یه اتفاقی که میفته بین دو نفر دیگه استفاده کنی، بعد آخه این هیچ ارتباطی هیچ اتفاقی برای امین و سهراب ام جی اینا این وسط نگفته نه اصلا تو مسیر نبودن. به امیر تطلو استی گفته بود، یهو امین گفتش که چرا فدایی استوری میکنی فیلان بیزار. آره. این که اینقدر قشنگ ماهی رو این وسط شکار کنی در نوعی خوش جالبه. خب بعد یه چیز دیگه اشکال این وسط یه پستی تلگرامش گذاشت که خایمالا دونه دونه از لونه هاشون بیرون میان لال بمیریم فیت پولیاتونو بدیم بابا. چیزه تفاوت ادبیات سطح مسخره کردن بچه هم جالبه. بعدش تطلو دوباره تطلو نوشتش که تو کامیونیتی پست من راستش نمیدونم کی چی گفته اصلا، من نگاه نمی کنم، الان چند سال عادت کردم هر کی میخواد گندشه فوش میده و به ما فوش میده به ما و پست و استوری خرج مردم نمی کنم دیگه بی خود، اینه که من ندیده نشنیده فقط فوش میدم کلن هکی لاجه ما چهار نفر حرف منفی بزنه یا زده یا میخواد بزنه رو مرد زنده شو فیلان ندید، خود طبیعت و خود مردم باید به چانش، اصلا به ما نرسه و نمیرسه. شب بخیر. بعد تومی هم یه استوری گذاشت که بیادایی مساوی عواقبش اینو گذاشت. آره
این پایینش نمیشه بود. احترام مساوی احترام، بیادایی مساوی عواقب عواقبش درد. جالبه که واکنش خود تطلو اینقدر ریلکس و اوکی و آره الان الان یه سری کامنت پست گذاشته تو همین هولوش. حالا بذار بقیه رو بگیم. همین تو فضای خود رپ گیمه. بعد یکی مثل امین میاد اونجوری استوری میذاره، بعد مردم اینجوری استوری میذارن. جالبه. بعد پشتوندش هم چیز امین تطلو یه چیز دیگه نوشت سری. قدیما تو یکی فوش میداد ما هم این جالب بود. قدیما تو یکی خیلی جالبه. قدیما تو یکی فوش میداد به ما هوادارا اول از همه میفرستادن. همشون تیکه رو برای ما مثلا برای خبر دادن و ارزهای مالی و بدتر اعصاب ما رو خورد میکردن. خود هوادارا. الان دیگه خط ندارم بفرستن. خودم راحت کردم. به نظرم بقیه دوستانم باید همین کارو کنن. باید کلا ارتباط با مردم قطع شه. چون این مردم هر کاری کنی برای نسبت 1% کمی اهون اس یا پرواز یعنی تطلو اینجا به هیپاولوژیست خیلی پشت نداره، مردم داره پشت اونایی که فرستادی ماست. آره شمایی که دارید سنگ تطلو رو سینه میزنید باز اینجا فوش مادر خوردید و پرواز هم بکنید میگن عدیله. باید فکر کنید سگ داره پارس میکنه چون واقعا همینه. خب بعد از این دوباره یه اتفاق جالب دیگه افتاد. دانیال استوری گذاشت. دانیال دقیقا یکی از همون سری آدمایی بود که یعنی همراه یه آرتیست دیگه معروف شدن به نظر، مثل مسیح میبال. دانیال من به جایی که من میدونم با فیت رضا پیشرو خیلی معروف تر شد، بعد با همکاریش با پیاسنش به اصلی دیگه. من واقعا نمیشناختم دانیال رو قبل. دانیال رپر بالا اینجا داریم میگیم، خودش رپر بدی نیست، بعد نمینویسه. آره. یکم شبیه شایع مینویسه وقتی با شایع میخونه، ولی واقعا بعد نمینویسه. ولی این استوری که گذاشت رو اگه بذاری. آقا من کل بچه‌های رپ فارسی معذرت میخوام بابت اینکه پسرم داره بی ادبی میکنه به سری از بچه‌های نسل یکی. به هر حال من پدرشم، بعد درست تربیتش میکردم، کوتاهی از من بوده. ببخشید. وقتی این استوری رو میذاری دولت داره، یا میخوایم از خرابازی در بیاری و سوار موجشی و مثلا یه چی میگن بیفتو دامن بزنی و یه چی میگن یه پیروزی تو اون بیفه به دستت بیاد، این که به کنار. ولی اگه قرار باشه انتقاد کنی به اون بیادبیه خودتو، مثلا آدمی جلوه بدی که ناراحتی از این بیادبیه، که خب این هم خودش یه نوع بیادبیه. آره. این دقیقا تو همون مسیر داره فوش مادر میده. این هم باید حواستون باشه دیگه. یعنی اگر فوش مادر بده همه جوراش بده، اینم بده اونم بده. اگر پیج قرار واسشه پیج دانیال هم مثلا اینجوری بده چیز. کلا این کنسل کلچر جوزم که راجوش صحبت کرده بود، نگه راجوش کنسل کلچر صحبت زیاد کردیم، گفتم دو نفر تو اسپنر هم صحبت زیاد کردیم، ولی دی پلتفرم کردن آدم ها خیلی کاره. چی میگن همونطور که دی پلتفرم کردن مثلا امیر تتلو به نظر من روی کرده خوبی نبود، دی پلتفرم کردن هر کی که باهاش یه مشکلی داریم کار غیر منطقیه. تو مشکل رو حل نمی‌کنی، صورت مسئله رو می‌خوای پاک کنی. آره کلا ببین ما یه چیزی هست، این حرف من نیست، این حرف نیست من بهش رسیده باشم، یه واقعیت. دنیای ظالمیه. از چه نظر؟ شما یه سلبریتی رو می‌بینی که تو شرایط فاک داپیر بدون هیچ داستانی یه آدم سلبریتی رو می‌بینی، یه آدم می‌کشه، فرداش میاد بیرون خیلی راحت راه میره اینا. یه آدم میبینی هر جای دنیا، یه آدم میبینی یه چیزی دزدیده، یه مثلا 10 سال میره زنده. آره به خاطر اون، یعنی واقعا عدالت اونجوری هیچ وقت اجرا نمیشه. آدمه به خاطر شهرتش یه سری جاها بیشتر بهش توجه میشه. فن بیسش کیه، چه درکی داره، چه فرهنگی داره، بیشتر بهش توجه میشه، بیشتر میتونه حقشو بگیره، یه جایی هم کمتر. این که چی میگن این به کنار، دو این که ما کلا چیزمون بده، مدیریت بحرانمون افتضاحه. ببین الان من تو دوربینم نگاه کنم بگم که همه متوجه شن هیپولیس این که فوش مادر کلا غلطه. هر کی به هر کی تو هر موقعیتی، تو هر موقعیتی اشتباهه. من به بزرگتر، من به کوچیکتر، بزرگتر به کوچیکتر، هر کی به هر کی فوش مادر بده واقعا کار بدیه. خب بعد اینکه ما تصمیم میگیریم تطلعی که به زمین و زمان فوش مادر، به خود کانر ریاکشن فوش مادر داده، به شجریانش فوش، شجریان بزرگ موسیقی ایران چرا فوش مادر، عادل فردوسی پور فوش مادر داده. تصمیم نمیگیریم که با اون کاری کنیم. من نمیگم باید کنیم با شایع. همین دو هفته پیش تموم شد رفت، به شایع هم فوش مادر آفرین. این که ما تصمیم میگیریم که یهو هیپولوژیست بد است، چرا فوش مادر دادی فلان بیسار بلاک بلاک. ببین این بحث فوش مادر به نظر من اینجوریه که اتفاقی در مورد سروش افتاده اینه که به بزرگتر فوش مادر داده صرفا. حاجی خب؟ 30 سال به بالا دیگه بزرگتر نداریم. آن پاپیلر آپیل یه سری پارتیستان. آره. پارتیست پارتیستان از داره که اصلا فوش پادر توشون کنکه.
یا که تنها فرقش اینه ما یعنی کل اون فوش مادره رو گذاشیم کنار، به خاطر بی احترامی به آرتیست بزرگتر از خودش مثلا داریم چیز میکنیم. احترام بزرگتر در صورت دو طرفه بودن احترام نکته مهمیه واجبه، ولی اینکه بس کلا اینه، بس کلا اینه که اگر فوش مادر بده اون ورش هم بده این ورش هم بده، اینکه ما یه قسمت فوش مادر دادن رو مثلا فوش مادر کسی که خیلی گنده تر و خیلی بیشتر روزش میده فوش مادر میده نادیده میگیریم، یهو یکی دیگه فوش مادر میده با سختی رو میتونه حالت ممکن میخوایم باش مواجه شیم، خورده بی صفت بازیه، خورده آره. واقعا بی صفتی یهو تر آلونش رو لیک کنیم اینور ترجوری بتونیم زرار بزنیم، یعنی یه سری بی صفت بازی اینجا اتفاق افتاده. واکنش احساسی ما رو گاییده حاجی، دقیقاً ما اینو اون لحظه سه تا نفس عمیق بکشیم که آقا الان تصمیم درست چیه، خب اگر این فوش مادر داده اونم فوش مادر داده اصلا شاید به من ربطی نداره که بیام نظر بدم، خیلی همه چی حل میشه. بعد اتفاقی که افتاد حالا جدا از این مرحله بعدی یه سری آدم یعنی یه مجموعه آدم دیگه هم استوری که تک تکشون رو بخوایم خارج از حوصله این بحث رو حال ریبار هم استوری گذاشت. آها ریبار استوری گذاشت راستی، ادروید استوریش عالی بود، از اون پست تلگرامش عالی بود. ریبار یه ویدئوی آبلیمو گذاشت، یه ویدئوی گذاشت آبلیمو یکی اینو برسونه دستمون فلان ایپولوژیست که ببارم هست یه چیز ادروید نشون سویش داداش همه هم ایپولوژیست هم ایچی هست تلتله تو کونت بره دیگه، این همه فوش داده یه بارم خورده دیگه با خنده. حالا اگر بحث این چیزا بگذاریم، بحث مثلا سوبر و اینجوری بگذاریم تو بحث خنده، واقعا راست میگه دیگه. آره اگه قرار اینجوری سیبیلی اون فوشایی که به مثلا شایه و یادادی رد کنیم، این همه فوش میاد میدونم آخه میره واقعا طبیعیه، تو میاد به همه فوش مادر بدی یکی میاد بالاخره بهت فوش مادر بدی یه جایی دیگه، و تازه این هم نمیخواستم مستقیم بده. کارما کائنات طبیعت داداش فوش مادر رو بر فوش مادر یه بومرنگه. خود تتلو میگه که چی؟ میگه که طبیعت کاراشو میکنه یه هم پس سرده بچه گرگ بررست همینه دیگه چی؟ میگه پس سرده میگه گرگ بچهش بررست، از خود تتلو بپرس توهین به نسل آقا میدونه حال سلطان یه فرق باید با ما داشته باشه آدم عادی که. خب خبر بعدی چی بود؟ آها خبر بعدی قبل از بسته شدن پیج ایپولوژیست بود که ما شنیدیم که یکی از بچهای تلگرام حالا اسکرین شات گرفته، قدیم اسکرین شات‌های ساختگی دیدیم ولی حالا آره. فرض می‌کنیم درست باشه، نوشت که گادپوری رو مثلا که ایپولوژیست آنفالو کرده. اشکان هم سرچ کردی آنفالو کرد و بعد پیج ایپولوژیست می‌دی چک کنی و آره می‌خوام بستش کنم به این که ما الان داشتیم ویدیو می‌گرفتیم، ویدیوی اشکان و ایپولوژیست رو نگاه کردیم تو یوتیوب، تهش بچه ها داشتن توی چت میگفتن که مثل اینکه اشکانم آنفالو کرده گادپوریو و ما نفهمیم چی شد. گادپوری هم یه واکنش حکی اونجا داشت. حدثه چیه؟ این استوری پوری هم یه استوری شعری گذاشت که غرور و غضب غرور میتازتت دروغ میبازتت دروغ میگادت میصابتت سابسکرایب یادتونه. فکر میکنی داستان چیه؟ فکر میکنی تیکه پوری به سروشه؟ من حس میکنم مشکل خوردن چون همه بچه ببین یه شکاف سالو داره، یه شکافی اتفاق کیانوش هنوز سالو داره، کیانوش و پوری تقریبا یه نفر اینقدر یعنی مثل اصلا ما رفیق خیلی رفقای نزدیکی هن. یه شکافی در هر صورت بین نسل 1 و 4 الان رخ داده از دیشب تا الان. آقا هر دوش نسل 4 هن بچه ها نه پوریو. بقیه رو دارم میگم، بقیه رو میگی خب تمام نسل 4 ها تقریبا پشت چیز اومدن. آره چرسی نگفتیم استوریاشو که پروژه شرحات کرد بعد گفت نسل چهار بالا فلان فلان. آره تقریبا همه به جز علی پاشا نسل چهار آنا وینا کم که حتی آره. با دکتر توی بچه بیفی هست پشت ایبابولوژیست تو این هم زیرو حتی... تونی مانکی تو ویدئوش گفت بابا ایبابولوژیست رقیبمه کارش خفن شکی نیست توش و اینا. این که تو این وسط انقدر پوری بی واکنش بود 100% داستانی بود، این من حدس میزنم یه داستانی هست. زنگ میزنی اشکان شمارشو داری؟ شمارش عوض شد چی؟ شمارش بعد از دیشب عوض شد بکمال بکمال باید ببینیم روشن چه قضیه. اسم نداره تو دو بگی نیست What up دو چطوری اشکان؟ قربونت عشق الان لایف بودیم بعد بچه ها داشتن میگفتن که تو پوریو آنفالو کرد، پوری که چیزش فالوش صفره، الان آنفالو کردی یا قدیم؟ یعنی از فالو داشتی هیچ وقت پوریو؟ من
جست و شوخای دیشب هم فالو کردم. سر چی؟ ببین آجی دیشب پوری یه پی ام داد بهمون، یه بویسی برامون فرستاد، گفتش که نمیدونم فلان و بیسار و سر این حواشیه این چند روز، حواشیه دیروز ورد منو از آلبوم بکشیم بیرون. درستش من سر چی؟ والا نمیدونم، من دوستم نشم سوال کنم ازش سر چی. فقط گفتم اوکیه. کله کردی داری ورس اپ تیم ترک برداشتی؟ آره یه ذره راست شد خواهی حالت ناامیدوار بهم دست داد، چون این همه ما این راهی که تا اینجا اومدیم و خب همه با هم اومدیم دیگه. آره نیست با هم کار کردیم گرسید به اینجا، الان سر مثلا یکی دیگه به من یه همچین حرف میزد. این راست شد خواهی من دوست دارم پوبی و همچنان هم دوستش دارم، کارشو دوست دارم، ولی وقتی همچین حرف میزنه من چیکار بکنم؟ راست خواهد دمت کرم. چیز راستش نداشتم که یاد سر این داستان بگه بنام درس منو از آلبوم بکشیم بیرون. سر این مطمئن سر این داستان بود؟ یه سر چی میتونه باشه؟ خود دیگه نگفت توضیح میداد در قدر روشه بشه. آره راست خب سر این حواشی که پیش اومده. آره سر همین حواشی. آره تهران نمیای؟ تهران نه فکر کنم یکی دو هفته دیگه بیام. همه باش خبر بده میبینم. آقا باش خدافظ. وای چرا این اتفاق افتاد؟ وای این سایت خیلی مطمئنی سر این بود؟ اصلا آره دیگه سر این بود سر چی بود؟ فلک بده کلم کیری شده جو. پوری آخه آدم چیزیه، آدم نیست که یه هو تصمیم احساسی مونم بگیره، و آدم یاقی تر از این حرفای من طبق شناختم ازش اینه که مثلا یاقیه واقعا. آره اگر قرار شد به محله انتخاب کیرش باشه، کیرش هم نباشه تو پوری اگر قرار شد انتخاب کنه واقعا میاد ریپابولوژیست و کاغانی که انقدر بهشون نزدیکتر انتخاب میکنه تا نسل ایکیا. عجیب بود اینکه دقیقاً دیشب اینو گفته و منتظر نشده شاید پیش بره. آره. شاید اصلا سروش شب سروش میخواد اسخای کنه اصلا. خیلی جو کیری بود دیشب، خیلی جو خیلی جو کیری. من صبح بیدار شدم پشمام ریخت، یعنی من صبح بیدار شدم همون دیشب دوباره سر ما سر این پیج کوس حاجی سر این پیج کوس شرای رپی که خونه اشکان کاگان ریختن الان دارن میبرنشون، ریختن با اسپری فوش نوشتن پرده رو کشیدن که دارن تیراندازی دارن میکنن. این چه کوس شه؟ من قشنگ نگران شدم. من نگران شدم، من از سه ور آمار گرفتم تا فهمیدم اوکی ان بالاخره مثلا اوکی اوکی مثلا بچا خواب بودم بچا در این حد بعد خوابم میشه خاموش کردن که بیدارم نشن. خیلی عجیبه دیگه. ببین اتفاقی که توی رپ میفته، حالا سوای رپ ها، این منظورم که اتفاقی که بین دو نفر میفته این ترکی نمیاد نگو، مثلا ما نمیدونیم این ترکی رو. خیلی ترکی خفنی بود. خیلی ترکی خفنی. ترک بهترین ترکی، یکی از تاپ 5 بهترین ترکی های امسال بود. نکنی تو رو اگر صدای منو میشنوی شیری گل و شیرینی بگیریم ببریم. گل و شیرینی بگیرم میگم. من واقعا پاشم میرم تا اونجا. اون سری پوری چی بیشتر برمی داشت میخورد؟ پوری هم شیرینی خیلی خفم بود. لطیفه، لطیفه خورده. لطیفه دوست داشت. لطیفه خورده شد. لطیفه خورده شد آره. لطیفه خب منم مثلا سه تا خوردم. من خودم دو تا خوردم. منم بقیه‌شو. یه دونه رو من بردم. ولی نمیشه. باید یه کاری کنیم اون ترکی بیاد. راست اون دیگه خیلی سوخت میره اگه. اون ترک ما اصلا جواب حسینی که میگفت بچه های نسل چهار مزن آره، اصلا اون ترکه جواب اون اصلا ترک شبیه بهش نداری تا الان اصلا خیلی ترکه اول بود نمیدونم با کی باید صحبت کنیم عجیب. اول با کی از کجا شروع کنیم اشکان آخه جفتش آدم منطقی به نظر میان آره همون گلشینی باید بگیریم چایی به مرخصی بگیریم بریم راش اول بریم راش تحصیلین مرداد مرداد دیره نه آلبوم میاد تا مرداد قبل آلبوم اومد آره لباس ما سمره تو آه بچه هایی بود و چی هاشم میگفتم آه پوسته جدید تتلو رو میخواستیم ببینیم آه بعد آخر آره دیگه امروز شد و این ویدیو رو بچه ها سروش و اشکان گذاشتن و آه من اینو داشتم میگفتم که کلکلی که اتفاق افتاده بین دو نفر که یه نفر که فوش خورده اصلا کیرش هم نیست یارو زن استوری میگه که تتلو الان کامیت پست گذاشته که آره اینو بخونید با
جب گرفت از دون شما دیگه. قرار میدیم دو نفر قرار دعوا کنن، قرار نیست بریم به ناظم بگیم که آقای ناظم بیا ما دعوامون شده. اگر بلد نیستی تلاش کن. خودشون خوب بودن. رفتار اشتباه ترین رفتار ممکنه که به همه بر بیشتر از همه چی سنه میزنن. تموم شد رفت. ما در هر صورت جفتمون رپ، جفتشون رپرن، جفتشون یه سری آبروی صحنه رو بردن قشنگ. یه سری واسهشون بده. دقیقاً آبروی صحنه رو برده است. اینکه بردن اینکه مثلا یکی استوری میذاره در جواب فوش مادری که یکی به یکی داده، شخص سوم میاد فوش مادر میده. خب یعنی چی؟ واکنش درست نیست دیگه زد در زد. خب تدلل این فاصله، یعنی مثل شکرت اومد و پیشرو تدلل دهم ترندینگ میوزیک یوتیوب شدن. اشمو از اونم ریخت ایول. آره بعد تدلل یه ساعت پیش اینو پست گذاشته، خایم علی بی خود کار کفتار برای رسیدن به لاشه شکار، بی خود سلطان سلطان کردن و امام امام کردن و شاه ماه بستن به کونه ما کاری انجام نمیده. یه هفته در روز گفتیم کانال سابسکرایب شن، حمایت های مالی انجام شن تا بتونیم کارو ادامه بدیم و ویدیوهای خفن بسازیم. با کلمه سلطان و شاه و امام و فرمانده ما نمیتونیم ویدیو خفن بسازیم. چقدر منطقی شده تتلو حاجیه، کلاس اخلاق رو میشه داره. من تلایی بشه من گرفت میزد. آره با یه ادبیات دیگه، با ادبیات بسیار رد. با کلمه سلطان و شاه و امام و فرمانده ما نمیتونیم ویدیو خفن بسازیم و نمیتونیم تو یوتیوب بین آرتیست های جمع بالا بیم. همینو میگم یه طرف بحث اینقدر منطقیه، بعد اون بار میگم بریزید دم خونه فروشینا. اگه واقعا هواداران جای فوش دادن بین اون کلمه قلمبه سلمه بستن به کون ما مفری، وی پی ان نصب کنید بیاین روی یوتیوب با با پیش یا پیش فروش ها رو جدی بگیرین، اسپاتیفای بالا ببرین. آجی تدلو واقعا خسته است از اینکه چی میگن کلاود چیسرای دور و برش اومدن کندن ازش رفتن. خیلی حسکش این کارو کردن. خیلی تدلو به بتشین بود تترکونش اندازه مویز تتل اندازه تتوهای رو بدنش آدم میلیاردر کرده. میلیاردر یارا نه میلیاردر کرده قشنگ. بابا چند تا برند لباس اوورد معرفی کرد کندن ازش، چند تا فروشگاه موبایل اون موقعی که دبی بود اومد معرفی کرد، چند تا آرتیست معرفی کرد، چند نفر توی ترکیه بهشون حال داد، چند نفر تو ایران بهشون حال داد. ملت کریرش تتل کوینش صدها نفر کریرشون رو از تتلو دارن، کریر زندگیشون منبع درآمدشون از تتلو دارن. اعتبار داره سر تتل کوین 30000 دلار مثل اینکه طرف برداشت برد بدهکار الان. 30000 دلار چقدر میشه؟ خیلی خیلی زیاد. خب بعدش پشبندش تتلو یک کامیتی پست دیگه گذاشت، به قول اموناصر سرویس کردن انقدر این کونی کوچولو استوریلاتی گذاشتن. بعدش بریم سر برنامه اصلی. با همه گرفتار یه لقمه نونن، کسی وقت نداره از شما بترسه. ما هم دنبال حمایت اومدن پول تو کاریم که بتونیم تو موسیقی جهان اسم ایران رو بالا ببریم. والله به طبیعت قسم نه فوش دادن کار میکنه الان، نه خایم علی کردن و سلطان سلطان کردن. آهنگ شکرت دیروز تو جهان دهم بود، الان شدیم 24. چرا؟ چون یه مش کونی جای حمایت و متمرکز شدن رو رکورد به خودی زنم توجه از راهنگا برداشتن. یه جا واقعی پشت هم باشین، شاید وضع برای همون درست شد. چقدر اوجی گونه داره رفتار میکنه. من انتظار نمیشم واقعا. من خیلی تتلو تو این فازش رو دوست دارم. من اولین بعضی موقع که جدی باشید، بعضی موقع که جدی حرف میزنه و یعنی واقعا میخواد یه پوینتی رو برسونه و حرف واقعی واسه زرن داره، اینقدر خوب میتونه حرفش رو بیان کنه. با زبون خودش. دقیقاً با زبون خودش. یه دو تا خایمان هم تو وسط. آره نه ولی بازم رسا بود صداش. آره. چیز من اولین جایی که پشمام از یه واکنش بزرگ منشان ریخت، واکنش شایعه به فوشای مادری بود که تتلو داده. واه ببین واکنشو تتلو میاد فوشای مادر رو شایعه میده، شایعه هیچ کی چی نمیگه، شایعه خودش هیچ چی نمیگه، میاد میگه که اوکی من مشکلی ندارم، آرتیست فلان یه زحمت کشیده. بعد حالا شایعه خیلی بزرگه، شایعه همین ما رو هم بزرگتره. بعد مثلا بعد از اون اینجا پشمام ریخت که خود طرف که اینقدر طرف دارش دارن هایپ درست میکنن که برید سروش رو فلان کنید، خودش میگه واسه چی فوش میدید، بیاید حمایت کنید از کار. خیلی منطقیه، خیلی واکنش منطقیه. آره من میبینی چی میخوام بگم. من شوکه پوریم. یه اتفاقی که هست اینه که بد شانسی سروش اینه که اگر دو هفته زودتر این سوتی این اتفاق میفتاد قبل از اینکه این اتحاد شکل بگیره. آره هیچ کدوم از این اتفاق الان ببین با این با شکل گرفتن این اتفاق گسل باز شد کنه، همه با هم تتلو پیشرو حسین و توهی با تمام فنبیزاشون فکر کن فنبیزای پیشرو و تتلو یه مغایرتی داشتن ما هم دیگه تو با هم میفتشن. آره. فکر کن همه با هم دیگه تقریبا فاز صلح و اتحاد گرفتن، اون همه فنبیز اومدن یه جا، یهو مثلا این اتفاق افتاد. اگه قبلش میافتاد فقط فنبیزای تتلو بود. آره. الان یهو همه ریختن سر سروش و همه آتیشی هم میبینه، همه تو فاز صلح و اتحاد و اینا بودن. این بدشانسیش بدبخت اینجا بود. یه چیز دیگه هم که هست ببینیم آتش فشانی که گفتم این چیز بود
خفن بودن سروش و هات بودنش خیلی نمیخوام یه حرفی بزنم که بگن هیتری و فلان، حسادت برانگیز بود خیلی. آره یعنی اگر اصلا من اصلا لایو پیش رو تتلو معلوم بود، اصلا من نمیگم بین نسلی که بین بقیهشون که بقیهی که ریاکشن نشون دادن، این که منم دارم فعالیت میکنم تقریبا همزمان با سروشم، یهو سروش انقدر با اختلاف من داره دیده میشه، واقعا من هم فشار میخورم. فکر کن راهی که تو 20 سال تلاش کردی تا به اینجا برسی و یارو تو 6 ماه اومده، یعنی واقعا تو کون نرفتن داره. آره یعنی تو کونه هیچ کدومون نمیره. این حجم استوریایی که از دست سمتای مختلف رپ فارسی اومد بر علیه سروش سر همین بود، این حسادت یهو یه جا پیدا کردن که آقا هر چی بگن سروش مقصره. آره. یهو همه ریختن سرش. آره. خیلی اتفاق عجیبی بود، چون حالت عادی زیاد این حاشیه زیاد هستی، یکی یه چیزی میگه تعدادش دو نفر دیگه میگن، یهو 20 نفر سی نفر با هم ما فوش بوش کشید رپ فارسی کم نداشتیم. آره. من اولین بار یه چنین ریاکشنی رو به داستانی میبینم. آره. اولین آره. بار واقعا میگم هات ترین برند رپ فارسی با معروف ترین برند رپ فارسی بیف کرد. آره خیلی تو بعد تو نقطه‌ای که رپ فارسی یکی از هات ترین صحنه های موسیقی کل دنیاست، این ایران هم نیست، این داره راست هفته یه موزیک تو ترندینگ موزیک میده، ترندینگ یوتیوب میده، حواسشون هست گوش میدن بقیه هم یا فقط ما اینیم که گوش میدن؟ من بچه ها رابطه نزدیک اشکان میدونم حواسش هست. نه آرتیست مخاطبای غیر ایرانی زبان وقتی میبینن چارتو. آره مثلا همین که میدن. پلمکسی داریم یعنی که حواسشون هست، همین که یه چنین چیزی چنین انتیتی وجود داره. قبلش موسا این همه هنوز کانوری یعنی همینجوری هی داره هات و هاتر میشه. مثلا موسا 80 کا فالوور داشت، پلمکس 300 کا فالوور داره، بعدی که میاد ریاکشن میسن تام جیزی میاد ریاکشن میسن. میگی میگم چقدر جالبه حاجی، خیلی جالبه. رپ فارسی داره یک از هات ترین صحنه های دنیا تبدیل میشه. آره. حواسمون نیست. آره تو این مسیریم قشن همش به خاطر ما تو تمام وقتی که قبل ما از این داستانا بود، قبل از 3 تا 4 ما 4 تا از این داستانا وقتی ما شروع کردیم شما کجا بودید؟ ولی آره اتفاق داستانداری بود و نه وایسا نصیحت های آخرش هم نکنیم. بچه ها فوش مادر در هر صورت بده، هیچ کس به هیچ کس فوش مادر نواد بده. فوش مادر در صورتی توجیه داره که من رو در رو با یکی دعوام شه، یکی به فوش مادر بده اون لحظه، خب در لحظه من جواب بدم. آره ولی مثلا این که تو لایو معلوم بوده یارو مثلا قطع کرده، مثلا حواسش نبوده مسته قطع کرده، تو میتونی فکر کنی واکنش نشون بدی، دوباره بیای فوش مادر بدی بوم، دوباره بیای بدتر کنی قضیه رو، خیلی توجیه پذیر نیست. من میگم اصلا بحثی که دارم اینه که اون فوش مادر که بد بود میتونیش به کنار. بعدش من از این قضیه شوکه بودم که چرا این کارو کرد فلان عجیبه، یهو حجم ریاکشن های اشتباه به این اتفاق هایدم اصلا بد بودن اون قضیه یادم یاد دقیقاً اصلا این مدل هندل کردن اصلا سروش گم، اصلا داستان سروش تتلو گم شد. آره. یه امین منیجر رو بیوار رو این داستان اینقدر هندی شد. آقا اینا من فوش میدن اینا رو بگیرید. آره خلاصه نکنید توی موقعیت بحران این نفس عمیق آدم بکشه و فکر کنه که چجوری جواب بده که مثل همون آدم از همون ادبیات استفاده نکنه، بهترین حالت ممکنه. این بود اسنر اکسترا و صحبتهای ما رو بچه ها اگه کلیپ میکنی اسنر رو میذارین جایی کردیت بدین، نمیدن به این کونی ها من کردیت نرین بمون الان. آها رسول تا اسنر جمعه شنبه یه هفته بعد فعلا.